در یوحنا باب 8 چند گروه بندی میبینیم. یکیش از آیه 1 تا 11 بود، جایی که زن زناکار بود و فریسیان بر حسب شریعت میخواستن سنگسار بکنن، عیسی مسیح فیض رو نشون داد. پس یک کنتراستی هست بین شریعت و فیض. از آیه 12 تا 20 عیسی مسیح گفت من نور عالم هستم، شما در تاریکی هستید. کنتراست نور و تاریکی رو میبینیم. 21 تا 30 عیسی مسیح گفت که در من حیات هست، یک در واقع تضادی بین مرگ و زندگی رو آورد. از 31 تا 47 در مورد اسارت و آزادی بود که عیسی مسیح گفت شما فکر میکنید آزاد هستید ولی اسیر هستید، اسیر گناه هستید، و در مورد اون صحبت کردیم. امروز از آیه 48 تا 59 صحبت میکنیم که کنتراستش بین شرم و احترام هست و عیسی مسیح میگه من احترام میکنم و از پدر احترام رو دارم ولی شما در شرم هستید. و مخصوصا در اون فرهنگ شرم خیلی چیز بدی بود و به خاطر شرم اصلا خانواده ازم میپاشید. ما شرقی ها هنوز یه خودمونو داریم، مثلا پس مردم چی میگن، این کارو نکنی پسرم دخترم، مردم میگن این خانواده، این شرم برای ما خیلی مهمه که شرم روی خانواده ما نباشه، این اسم بد روی ما نباشه. غربی ها همچین براشون مهم نیست این مطلب. بیایید از آیه 48 تا 52 رو بخونیم. یهودیان در جواب به او گفتند آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت من دیو ندارم بلکه به پدر خود احترام میگذارم، ولی شما مرا بی حرمت میسازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری است که طالب آن است و او قضاوت میکند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتند حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری، ابراهیم و همه انبیا مردند، ولی تو میگویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. اینجا وقتی بهش میگن تو سامری هستی و دیو داری، سامری هم اشاره میکنه به همون چیزی که قبلا بهش گفته بودن حرامزاده، چرا که سامری ها وقتی در اسارت آشوری ها بودن با اونها هم بستر شدن و در واقع یک قومی از بین یهودیان و آشوریان بیرون اومد که معلوم نبود چی بود، یهودی بودن ولی یه خود عوض شده بود خیلی چیزاشون، و یهودیان اصل سامری ها رو اصلا جزو یهودیان نمیدونستن و جزو در واقع منتخبین خداوند نمیدونستن و میگفتن شما به جهنم خواهید رفت، و خیلی وقتا دعا میکردن فریسیان که خداوند اجازه نده که در روز قیامت فریسیان ببخشید سامریان جزو اون گروهی باشن که حیات جاودانی بیابن، و این همه ازشون بدش میومد. اگه از جنوب اگه میخواستیم به شمال بریم و بعد از سامره رد میشدین، خیلی وقت از کنارش مردم رد میشدن که از سامره عبور نکنن. عیسی مسیح مسلما میبینیم در یوحنا 4 مستقیما از سامره رد شد و اتفاقا بشارت هم داد و نشون داد که اینطور فکر نمیکنه، ولی یهودیان هنوز اینطور فکر میکردن، فریسیان خیلی بیشتر. و میگه یهودیان در جواب به او گفتند آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ شاید هم خندیدن بعد از این، نمیدونیم، آیا نگفتیم تو سامری هستی؟ دیو هم داری؟ حالا چون که نوشته است ما نمیدونیم لحنشون چی بوده، ولی لحن مسخره آمیز هست، تمسخر آمیز هست. و اینجا قبلا بهش گفته بودن تو حرامزاده هستی، یعنی نمیدونیم مریم وقتی باکره بود و حامل شد معلوم نیست با کی هم بستر شد، تو حرامزاده هستی، مثل سامری ها، سامری هم با یه نفر دیگه رفتن انگار هم بستر شدن و این سامری ها به وجود اومدن و شما هم سامری هستی و هم حرامزاده هستی، هم این که حقیقت رو نمیگی، چون که سامری ها در تئولوژیشون خود فرق میکردن با یهودیان در بعضی از قسمت هاشون، و اینجا باز میگن که تو تئولوژی اشتباهی رو داری میاری و خداشناسی تو اشتباه هست و این تهمت رو میکنن. عیسی مسیح جالب اینجاست که ناراحت نمیشه، هیچ وقت ناراحت نمیشه وقتی شخصا بهش حمله میکنن، وقتی به خداوند یا به تعالیمش حمله میکنن ناراحت میشه، وقتی میره به معبد وارد میشه میبینه که اونجا رو انگار مغاره دزدان کردن، اونجا رو دارن بیزنس میکنن، اونجا دارن خرید و فروش میکنن، ناراحت میشه.
ولی وقتی به خودش دارن یه چیزی میگن مسخرش میکنن ناراحت نمیشه. وقتی مردم به ما تهمت میزنن ناراحت نشیم مثل عیسی مسیح، ولی وقتی مردم تعلیم اشتباه میدن، موعظه اشتباه میکنن، اون موقع باید ناراحت بشیم و جلوی اون رو بگیریم. چون که شخص من مهم نیست، حالا به من بگن ژیلبرتو مثل نمیدونم گوساله ای، منم میخندم باشون، مهم نیست چی بگن مثل فلانی یا فوش بدن، مهم نیست. ولی وقتی به خداوند عیسی مسیح چیزی میگن و تعالیم او رو عوض میکنن، اون موقع من باید ناراحت بشم. چرا؟ چون که غلاطیان 2:20 پولس رسول میگه من با مسیح مصلوب شدم، من مردم. اگه به شخص مرده لگد بزنی پا نمیشه بزنی تو صورتت، طرف مرده، هیچ واکنشی نیست. پس وقتی به شما تهمت میزنن بیایید یاد بگیریم که واکنش نشون ندیم، دفاع نکنیم، لازم نیست دفاع بکنیم. ولی وقتی به تعلیم، به کلام خدا توهین میشه، اونم بدون ناراحتی ولی درست بکنیم اون رو. عیسی مسیح این کار رو میکنن. بیایید از آیه 53 تا 58 رو بخونیم. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه انبیایی که مردن بزرگتری؟ فکر میکنی که هستی؟ عیسی پاسخ داد، اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال میبخشد. همان کسی که شما میگویید خدای شماست. شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را میشناسم. و اگر بگویم که او را نمیشناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را میشناسم و آنچه میگوید اطاعت میکنم. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند، تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت، یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بودم و هستم. بعد میگه آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی از نظر مردم دور شد و معبد بزرگ را ترک کرد و رفت. چرا سنگ برداشتند؟ چون که عیسی مسیح گفت پیش از تولد ابراهیم من هستم، نگفت پیش از تولد ابراهیم من بودم، گفت پیش از تولد ابراهیم من هستم. کلمه من هستمی که به کار میبره کلمه هست که در خروج خداوند استفاده کرد وقتی به موسی گفت برو به فرعون بگو که قوم منو آزاد بکنید. موسی گفت برم بگم کی منو فرستاده؟ گفت برو بگو من هستم منو فرستاده. یکی از اسامی خداوند من هستم. و اینجا عیسی مسیح میگه پیش از تولد ابراهیم، قبل از اینکه متولد بشه، من هستم. سریع فهمیدن چی داره میگه. میخواد بگه که من خدا هستم و قبل از اینکه ابراهیم متولد بشه من بودم، چون که من خدا هستم. برای همین است که سنگ ور میدارن پرتاب میکنن. اینو به شاهدان یهوه بگید وقتی میان در خونتون رو میزنن. و خیلی از جاهای دیگه که باز اون موقع هیچ سوء تفاهمی براشون وجود نداشت، خیلی واضح فهمیدن چی داره میگه عیسی مسیح. اینجا وقتی یهودیان بهش میگن که تو حتی 50 سالت نیست و چطور ابراهیم رو دیدی، قبلش عیسی مسیح بهشون گفت که ببین ابراهیم، من میدونم جریانش چیه، ابراهیم منو دید و خیلی هم خوشحال شد از تولد من، از خدمت من، از مرگ من، از اینکه نجات میدم مردم رو، خیلی خوشحال شد. اونا گیج شدن، گفتم بابا تو کی هستی؟ تو 50 سالت هم نیست، چطور مسیح ابراهیم رو دیدی؟ منظورش چی بود که ابراهیم منو دید؟ ابراهیم که ندید عیسی مسیح رو، ولی احتمالش خیلی زیاده که منظورش این بود که با ایمان دید. اگه یادتون باشه ابراهیم سنش خیلی بالا بود، خانومش هم ساره خیلی سنش بالا بود، ولی وعده تولد اسحاق به اونها داده شد. حالا مسلما میدونیم که ابراهیم با هاجر هم بستر شد و اسماعیل اومد و چه خرابکاری‌هایی پیش اومد و تا به امروز حتی یهودیان و عرب ها با هم دیگه سازش نمی‌کنن، همونطور که اسماعیل و اسحاق با هم دیگه سازش نکردن. ولی به هر حال اسحاق وقتی متولد شد معجزه آسا بود، چون که در سن بسیار بالایی سارا تونست حامله بشه و بچه به دنیا آمد. ابراهیم با دیدن این معجزه، با ایمان دید عیسی مسیح رو که با معجزه متولد میشه. اسحاق
باید قربانی میشد. خداوند گفت ابراهیم اسحاق رو به تو دادم ولی برو قربانش بکن. و سه روز توی راه بودن و در این سه روز اسحاق یه سری چوبها که برای هیزم آماده کرده بودن، برای قربانی، برای مذبح آماده کرده بودن، اینها رو دوشش گذاشت و سه روز توی راه بودن و رفتن اونجا که ابراهیم بعد اسحاق رو قربانی میکرد. مسلما در لحظه آخر خداوند اجازه نداد که پسر ابراهیم کشته بشه، ولی خداوند اجازه داد که پسر خودش کشته بشه. ولی با ایمان ابراهیم دید این تصویر رو که خداوند پسر یگانه خودش رو، عیسی مسیح رو، برای گناهان مردم قربانی میکنه و سه روز مرگ رو چشید. در واقع ابراهیم پسرش براش سه روز مرده بود در اون سه روزی که میرفتن بالای کوه. حالا خیلی میگن حتی در کوه جلجوتا بود، یعنی مکانش هم همون مکان بود ولی مطمئن نیستم. به هر حال انگار سه روز اسحاق مرده بود برای پدرش ابراهیم و سه روز عیسی مسیح مرگ رو چشید، در قبر بود و بعد قیام کرد. همونطور که بعد از سه روز خداوند اجازه نداد که اسحاق کشته بشه، اسحاق برای ابراهیم زنده شد. پس مرگ و قیام عیسی مسیح رو ابراهیم از طریق ایمان، با دید ایمان دید. و بعد اسحاق وقتی ازدواج کرد، با ایمان ابراهیم دید کلیسای خداوند رو که عروس خداوند هست و داماد آسمانی که عیسی مسیح است. و خداوند اجازه داد که ابراهیم با ایمان آینده رو ببینه، که اون کارهایی که انجام میشه در زندگیش بدونه که فقط یک سایه‌ای هست از اتفاقات بسیار بزرگی که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد. بیایید ادامه بدیم به باب بعدی بریم. یوحنا باب 9 از آیه 1 تا 12 رو خواهیم خوند، ولی بیایید همون اولین دو آیه رو بخونیم، آیه 1 و 2. وقتی از محلی می گذشت، کور مادرزادی را دید. شاگردانش از او پرسیدند: ای استاد، به علت گناه چه کسی بود که این مرد نابینا به دنیا آمد؟ خود او گناهکار بود یا والدینش؟ کور مادرزادی را دید و شاگردان هم دیدن او را و گفتند که این کور مادرزادی کور بوده، پس خودش گناه کرده یا پدر مادرش؟ این خیلی عام بود، خیلی عامیانه بود در اون زمان که در فرهنگ یهود و در تفکر یهود اینطور باور میکردن که اگه شما یک مریضی رو داری، یک مرضی رو داری، به این دلیل هست که گناهی رو داری. پس مرض با گناه همیشه یک رابطه مستقیمی رو داشت و میگفتن که اگه تو گناهی نداری، پس حتما والدینت گناهی رو داشتن و خداوند مجازات کرده. خداوند میاد و خودش رو به عنوان یک خدایی معرفی میکنه که در واقع نمیشناختن. کلام خدا میگه خدا رو هیچ کس ندیده ولی عیسی مسیح خدا رو برای ما آشکار کرده. و خداوند عیسی مسیح وقتی روی زمین اومد گفت که ببینید، خداوند اینطور نیست که به خاطر گناه مجازات بکنه. خدا اینطور نیست که بخواد شما سنگسار بکنید یک زن رو به خاطر گناهی که کرده. خداوند میخواد ببخشه. پس امروز ما خیلی راحت‌تر میتونیم بفهمیم که خدایی که در آسمان هست چطور فکر میکنه در مورد مایی که گناهکار هستیم، چه دیدی رو داره. چون که عیسی مسیح رو دیدیم، چون که دیدیم چطور با زن زناکار رفتار کرد، چطور با متی باجگیر رفتار کرد، چطور زکایی که باجگیر بود و تمام مردم بعدش می اومد رفت خونهش باش شام خورد و بعد ایمان. امروز می فهمیم که عیسی مسیح که نمایانگر خداوند هست، با محبت هست که قلبها رو عوض می کنه، نه با شمشیر. اینجا یک سوالی برای ما پیش میاد که پس واقعا به خاطر چی هست که این همه مرض هست؟ اگه به خاطر گناه خودت نیست، به خاطر گناه والدین نیست، دلیلش چی هست؟ خیلی سوال خوبیه ولی جوابش خیلی سخته و جواب کامل رو فکر میکنم در آسمان خواهیم دونست که چرا در دنیای زندگی میکنیم که این همه بدی هست و مرض هست، چرا این همه گناه هست، چرا این همه شیطان انگار داره عمل میکنه، به وضوح داره عمل میکنه و خدایش کاری نمیکنه در قبالش، چرا مردم مریض میشن، چرا آدم های خوب میمیرن، نمیدونیم. ولی یه سری چیزا میدونیم که میتونه به ما کمک بکنه. مثلا میدونیم که گناه آدم و حوا باعث شد که لعنت روی زمین بیاد. به خاطر لعنتی که در پیدایش میبینیم که روی زمین اومد، لعنت روی زمینی اومد که به اون دلیل ما امروز طوفان‌ها داریم،
یا گردبادهای خیلی بدی داریم، زلزله داریم و زمین زیر لعنت هست. به دلیل گناه لعنت روی نه فقط زمین اومد، بلکه روی جسم ما اومد. ما چروک پیدا میکنیم، مریض میشیم، میمیریم جسمن، و تمام اینها به خاطر اینه که جسم ما زیر لعنت هست، روح ما زیر لعنت هست. این یکی رو نمیبینیم، ولی به این دلیل هست که همه ما داریم جهنم میریم. اگه توبه نکنیم، اگه عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده ما قبول نکنیم، همه ما در راه جهنم هستیم، در اون مسیر هستیم و روح ما زیر لعنت هست. عیسی مسیح اومد که ما رو از زیر لعنت گناه روح نجات بده، نه از لعنت زمین یا جسم. خدا رو شکر بعضی وقتا هم بله شفا میده خداوند، ولی همیشه شفا نمیده. بعضی وقتا ما رو از زلزله نگه میداره، ولی نه همیشه. شاید ایماندارم باشی و در زلزله بمیری. ما رو از لعنت روح نجات میده. پس میدونیم که تمام این بدی ها به خاطر خداوند نیست که مجازات کرده، به خاطر انسان هست که گناه کرده. و گناه خیلی چیز جدی هست در مقابل خداوند. یعنی گناه برای خداوند اینقدر جدی هست که نتیجه گناه مرگه، نتیجهش هم خیلی جدیه. انسان گناه کرده، انسان باید بمیره. خدا میگه من انسان رو دوست دارم، نمیخوام بمیره، پس چیکار بکنم؟ پسرم تو برو انسان بشو، به جای انسان بمیر. خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، خداوند در آسمان بود، پسر اومد جسم انسانی پوشید، انسان شد که جریمه گناه انسان رو بپردازه. پس به خاطر گناه جریمه هست و مرگ هست و بدی هست در این دنیا. در این حال میدونیم که برای کسانی که عیسی مسیح رو میپذیرن و به او ایمان میارن، فروتن میشن، خداوند کمکشون میکنه حتی در بدترین شرایط. من خودم از بدترین شرایط زندگیم عبور کردم. وقتی در جفاها بودم، وقتی پدر من رو کشتن، وقتی منو اذیت کردن، وقتی کتک خوردم، وقتی در زندان بودم، ولی خداوند با من بود. آسون بود؟ خیر. خداوند با من بود؟ بله. ایمان دارم یک روز تمام اینها تموم میشه؟ بله. پس امیدی هم داریم برای آینده. و مسلما میدونیم که این بدی ها ابدالآباد نیست، یعنی یک روز تموم میشه و میتونیم به عیسی مسیح ایمان بیاریم و این اطمینان در ما باشه که یک روز در آسمان خواهیم بود و هیچ بدی، هیچ اشکی، هیچ مرضی نخواهد بود. پس باز میگم جواب کامل رو نداریم، ولی به اندازه کافی دیدیم که بتونیم به عیسی مسیح ایمان بیاریم و بتونیم از او هم کمک بگیریم حتی در این زندگی که داریم. بیایید از آیه 3 تا 5 رو بخونیم. عیسی جواب داد نه از گناه خودش بود و نه از والدینش، بلکه تا در وجود او کارهای خدا آشکار گردد. تا وقتی روز است باید کارهای فرستنده خود را به انجام برسانیم. وقتی شب می آید کسی نمیتواند کار کند. تا وقتی در جهان هستم نور جهانم. اینجا عیسی مسیح میگه که از گناه خودش نبود، از گناه والدینش هم نبود، و در این کیس به خصوص این شخص کور مادرزاد هست و جلال خدا الان ظاهر میشه درش. پس در بعضی مواقع میخواد عیسی مسیح درس رو به ما بده که زیاد فکر نکنیم که دلیلش چی بوده که این مشکل رو داریم. فکر کنیم که در این مشکل چطور خداوند میتونه جلال بیابه. حالا من فلج هستم، خب خیلی بده. به جای اینکه شکایت بکنم، ناله بکنم که من فلجم، من نمیتونم راه برم، من یه موقع میتونستم ویدیومو نگاه بکنم، یه موقع میدویدم الان نمیتونم، گریه بکنم به حال خودم، هیچ فایده ای نداره. بعد فکر کنم که چیکار کردم، خدا منو مجازات کرد، چه کاری بدی کردم، خدا منو ببخش. به جای اون ببینم حالا که فلج هستم چطور میتونم باعث جلال خدا بشم. یک شخصی بود که شیرجه زده بود توی استخرشون و از گردنش به پایین فلج بود و نقاش خیلی خوبی بود، الان نمیتونست نقاشی بکنه. شروع کرد با دهانش، مداد رو میذاشت رو دهانش و با دهانش نقاشی میکرد. خیلی هم معروف شد و بعد میرفت در جای مختلف موعظه میکرد. تا به امروز این کار رو میکنه، خدمت بسیار بزرگی شروع کرده. بوده چند ماه پیش بود، من در یک کنفرانسی بودم که چند نفر از خادمین بسیار بزرگ نام اونجا بودن. بعد یه آقایی رو آوردن بغلش کردن، گذاشتن روی منبر که موعظه بکنم.
و این آقا هم حتما خیلیاتون شاید بشناسیدش، دو تا دست نداشت به هیچ وجه، دو تا پا هم نداشت. فرض بکنید دو تا دست نداشته باشی، دو تا پا هم نداشته باشی. و این توضیح میداد که من از چه چیزایی عبور کردم، ولی بعد فهمیدم که این وضعیت من که فقط بالاتنم هست با سر، باعث جلال خدا میشه، چون که خیلی از جاهایی که واعظین نمیتونن برن منو دعوت میکنن، منو قبول میکنن که برم. و میگفت در سال نمیدونم چند صد تا جا میره و کلام خدا رو موعظه میکنم. نمونه ها زیاد هستن اگه بخوام بگم، افرادی که واقعا بیچاره هستن ولی چاره ای درش پیدا میشه که نام خدا جلال بیابه. و روحیه ما میتونه همیشه مثبت باشه، حتی اگه در درد هستیم، حتی اگه از لحاظ فیزیکی یا جسمی یا سلامتی شرایط خوبی هم نداشته باشیم. میگه تا وقتی روز هست باید کار بکنیم. روز اینجا بیشتر اشاره میکنه به اراده خدا، و تا وقتی که فرصت هست، تا وقتی فرصت داریم ما باید اراده خدا رو انجام بدیم. یه موقعی میشه در زندگی ما که شب میاد و دیگه نمیتونیم. امروز شما جوان هستی میتونی بدوی بدوی، یه روز میاد که میشه 70 80 سال نمیتونی بدوی، باید فقط فیلم جوانیت نگاه بکنی که میدویدی. بیاید ادامه بدیم از آیه 6 تا 7 رو بریم. وقتی این را گفت آب دهان به زمین انداخت و با آن گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و به او گفت برو و در حوض سیلوها یعنی فرستاده چشمای خود را بشوی. پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. اینجا خیلی جالبه، در یک آیه قبلش گفته بود که من کارهای فرستنده خود را به جا می آورم. پس فرستاده خدای پدر هست، فرستنده عیسی مسیح است. حالا جالبه، سیلوها معنیش میشه فرستاده شده. عیسی مسیح گفت من فرستاده شده هستم، و اینجا به این کور میگه که الان گل درست کردم دادم تو چشات، برو توی حوض سیلوها که معنیش فرستاده شده هست بشور. ناخودآگاه میخواد بگه که شفای تو در منه، سیلوها یعنی فرستاده شده یعنی من. و چرا آب دهان روی زمین انداخت و گل درست کرد؟ دو تا دلیل عمده داره. اولا اینکه باید بدونیم که اون روز روز سبت بود، در روز سبت نباید کار میکردن. یهودیان و فریسیان چند سال قبل از این، حدود 200 سال قبل از این بود که یه گروهی تشکیل دادن و تصمیم گرفتن که یه خود واضح‌تر بکنن فرمانهای خدا رو. خدایی که گفته در روز سبت کار نکنید، یک جمله است، در این روز کار نکنید. کار نکنید رو تبدیل به 625 قانون مختلف کرده بودن، 38 تا تبصره داشت، نمیدونم کتاب ها داشتن، بخش های مختلف داشت، بعد زیرگروه های مختلف داشت، اصلا یه چیز افتضاحی شده بود. و این کتاب اصلا خنددار بود، بعضیاش رو بخونید خندتون میگیره. یکی از اونها این بود که شما نمیتونید دستمال با خودت ورداری وقتی میخوای بری بیرون، چون اگه دستمال ورداری یه موقع شاید بخوای بینی تو پاک بکنی و بینی تو اگه بخوای تمیز بکنی جزء کار حساب میشه. یا شما نمیتونی خیلی بخشید آب دهان بندازی روی خاک در روز سبت، چون که احتمال داره که در روز سبت این آب دهانی رو که روی خاک انداختی یهو یه گیاهی اونجا برویه، بعد این کار محسوب میشه. واقعا مسخره بود. عیسی مسیح میاد آب دهان در روز سبت روی همون خاکی میندازه که جزء قانونشون بود، قانون شکنیش میکنه، و از اون خاک گل درست میکنه با آب دهانش و میزنه تو چش این کوره. و با اون کارش در این حال میخواست بگه که من بودم که آدم رو آفریدم، از هیچی آفریدم، از گل، از خاک زمین آفریدم، و الان این کور مادرزاد هست. اینطوری است که مثلا چشش درد میکنه الان شفاش میدم، بهترش میکنم شرایطش رو، نه اصلا نداره. من از اول تولید میکنم یک چشم، بینایی بهش میدم از اول، اختراع میکنم، آفرینش، و ما رو به یاد پیدایش میندازه که آفرینش بود، بینایی جدید بهش میده. و این آب دهان رو که روی خاک میندازه میزنه تو چشش و میگه برو توی حوض سیلوها بشور. حالا من میخوام 8 و 9 رو بخونم. پس همسایگان ببخشید، پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت. خداوند شفاش داد. پس همسایگان و کسانی که او را در وقتی که گدایی میکرد میشناختند گفتند
آیا این همان شخصی نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند این همان شخص است، اما دیگران گفتند نه، این شخص به او شباهت دارد، چون باورشون نمی شد که می تونه یه نفر که اصلا کور مادرزاد هست شفا بیابه. ولی وقتی از خودش پرسیدن میگه خودش گفت من همان شخص هستم. از او پرسیدن پس چشمان تو چگونه باز شد؟ او در جواب گفت شخصی که اسمش عیسی است گل ساخت و به چشمان من مالید و به من گفت که به حوض سیلوها بروم و بشویم. من هم رفتم و چشمان خود را شستم و بینا شدم. آنها پرسیدن آن شخص کجاست؟ پاسخ داد نمیدانم. 4 بار ما این سوال رو در جای مختلف میشنویم. این سوال پرسیده میشد میشه که چطور شفا پیدا کردیم؟ چقدر ما انسان ها دنبال چطور ها هستیم؟ چگونه؟ چطور؟ به جای اینکه بگیم چه کسی تو را شفا داد؟ کی تو را شفا داد؟ به جای چه کسی چطور هست؟ ما معمولا دنبال روش هستیم. ای آقا لاغر شدی؟ چیکار کردی؟ چطور لاغر شدی؟ ما روش رو دوست داریم. شما هیکل انداختی، بازوات بزرگ شده، چیکار کردی؟ چطوری؟ ما روش رو دوست داریم، نه؟ ای پولدار شدی؟ چطور پولدار شدی؟ شاید یه نفر یه هدیه ای داده، نمیدونم یه کاری کرده. معمولا چه کسی در کار نیست. وقتی زندگی ما عوض میشه، مردم میپرسن چطور زندگی شما عوض شده؟ ولی سوال درست تر اینه که چه کسی زندگی تو رو عوض کرده؟ چون این قدرتی که دیگه با روش نیست. ما انسان‌ها روش پرست هستیم معمولا. در کلیسا این روش 30 سال پیش درست بود. ما اینطوری موعظه میکردیم، موعظه نیم ساعت بود، بعد نیم ساعت سرود میخوندیم، پس بعد اینطوری باشه. ولی روش پرست نباشیم، خدا پرست باشیم. یک جا خداوند گفت و شفا آمد، یک جا گل درست کرد، یک جا دست گذاشت، یک جا شکرگزاری کرد. روش ها مختلف بود. یک جا گفت بعد برو خودتو به کاهن نشون بده، تو راه شفا پیدا کردن. روش ها مختلف هست، ولی خدای شفا دهنده همون خداوند هست. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد در جلسه بعد، چون که این داستان ادامه داره. ولی خدا رو شکر که ما خداوندی داریم که میتونه از هیچ چیز یک چیزی بیافرینه، و امروز در زندگی ما میتونه حتی اگه خوبی در ما نیست، خوبی بیافرینه، محبت بیافرینه و خوشی بیافرینه، امید بیافرینه، ایمان بیافرینه، و این فقط کار خداوند ما عیسی مسیح است. خدا شما رو برکت بده و باشد که چشمای روحانی ما هم اگه بسته هست، کلام او رو بشنویم، با ایمان حرکت بکنیم و پیش فرستنده بریم، ببخشید پیش فرستاده شده بریم، پیش عیسی مسیح بریم و او چشمای روحانی ما رو باز میکنه. خدا شما رو برکت.